بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های فراوان خود را خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون ایمان و پروگرام جهان ورزش تقدیم می دارم. امیدوارم همه شما خوش و آرام و صحتمند باشید. بینندگان عزیز، پروگرام جهان ورزش هر هفته روزهای شنبه از ساعت 2 تا 3 خدمت شما می باشد. امیدوار هستیم پروگرام های ما مورد علاقه تان قرار بگیره. البته اگر کدام پیشنهادات می داشته باشین یا می خواهید با ما به تماس شوید، می توانید به نمره تلفنیم به 510-377-6505 به تماس شوید. خوب بینندگان عزیز، در پروگرام امروز خود یک پروگرام داریم که درباره سپورت اسکیست که در افغانستان در ظرف 3-4 سال در ولایت بامیان این پیش میبرن و مردم تشویق میکنن و ما به خاطر برتان یک پروگرام گرفتیم که نشان بتیم یک شما را به اصطلاح به یک سفر ببریم به طرف وطن به بامیان، ببینیم که چقدر یک جای مقبول و خوب و چه خوب مردم و علاقه دارن که مردم های دیگر و از خارج و از داخل مملکت بیاین به شهر بامیان، که همینطور آرزو داریم که دیگر ولایت های ما هم تمام دیگر که در مملکت ما هستن همینطور صلح باشه و آرامی باشه که مردم برن و از این چیزا لذت ببرن. خوب بینندگان عزیز، در این پروگرام برای شما یک خبر دیگه داریم که یکی از برادرای ما که همی عباس جان علی زاده می باشه، اونا به اصطلاح نام خود افغان بروس لی گفتن و درباره از او یک سگمنت داریم که می خواهیم برای شما معلومات بدیم و همچنان در قسمت آخر پروگرام برای شما از خاطر یک اوورد یا یک جایزه ای که و که از بازی کرکت که امی آورد بردن درباره ازو برای شما معلومات میدیم. خوب بینندگان عزیز، در این قسمت یک ویدیوی داریم. در قسمت اول می ویدیوی 2 دقیقه است که در البته عکسای است از خود ولایت بامیان که در مرکز افغانستان می باشه، ایره بیاییم بریم ببینیم که چقدر مقبول هستن. باز بعد ازو میریم که پروگرام سگمنت دیگه شو میبینیم که از سال 2011 12 13 و 14 گرفتن یک تورنمنت یا یک مسابقه اسکی گرفتن که در او هر کس اول دوم سوم میشن. البته او ویدیو را براتون داریم، باز انشالله درباره از او معلومات میتیم. میریم این ویدیو اول 2 دقیقه رو میبینیم که عکسای خود ولایت بامیان است که ببینیم چقدر مقبول هستن. البته دعا میکنیم که یک روز آرامی بیاید و ما و شما هم همونتا بریم اونجا بریم ببینیم در اونجا مردم رو ببینیم و چقدر مقبولی های وطن خود ببینیم. خوب میریم ویدیو رو میبینیم.
شما ویدیو را دیدین از ولایت بامیان افغانستان. حالا در این قسمت ویدیوهایی داریم که بر شما میمانیم و این اکسایش است که از سال 2011 مردم های لوکال ایریا خود بامیان یک تورنمنت یا یک مسابقه سکی زدن. البته اکسای پیشتر که شما دیدین او از اکسای تابستان بود، بله در زمستان در ولایت بسیار برفی ها می باشه و بسیار یک مسابقات گرفتن که سال یک دفعه این مسابقه های سکی زدن است و درباره خود از سال 2011 شروع کرده بودن، 2012، 2013، 2014 و البته من فکر میکنم 2015 در ماه مارچ یا باز یک امی مسابقه سکی را گرفتن. میریم ببینیم که این چقدر مقبول بود و چقدر خود امی بامیان مقبول است در زمستان هم بدون از اینکه در تابستان. و البته اینا دخترها، بعض دخترها از دیگه شهرام آمدن و در این مسابقه اشتراک میکنن و چون خود مردم بامیان زیادتر پیش از او فکر میکردن که در زمستان از این کوها هیچ برشان فایده نمی آید، یعنی سردی می آید و زمستان تو، مگر می خودش باعث شد که یک دباره از این دیگر رقم فکر کنن که نه، یعنی خود زمستان هم یک چیز مقبول است، یک فصل است و میتونه که پرسمر باشه و آرزو دارن که و ما و شما هم آرزو داریم که یک روز انشالله آرامی به و خصوصی ما و شما هم بریم این جایه را ببینیم. دیگه این دباره سپورت سکیست که از بسیار بیسک شروع کردن. البته چند دقیقه بعد ویدیو را براتون میمونیم که ببینین که هیچ مردم هایی که بودن یا بچه هایی که اونجا بودن هیچ سکی زدن یاد نداشتن، در ظرف 4-5 روز یاد گرفتن، در 5 روز ترینینگ داشتن پیش از 2011 که اولین دفعش بود و در ظرف 3-4 روز هم یاد گرفتن که هم تورنمنت دایر کنن. این اکس های از اوست و حال چند دقیقه بعد براتون ویدیوشان را میمونیم که انشالله معلومات های براتون میدن. خوب بینندگان عزیز، در این قسمت یک ویدیوی 22 دقیقه‌ای داریم که از مثال 2011، 12 و 2013 و 14 مسابقات سکی که در شهر بامیان افغانستان دایر شده بود. البته در اینجا خود بچه هایی که در اونجا بودن از شهرهای دیگه افغانستان و حتی از دیگه مملکت ها هم اشتراک کرده بودن. میریم این ویدیو رو میبینیم. در این ویدیو ما آرزو دارم که ببینیم که چقدر مقبول جای هستی و امیدوار هستیم که ویدیو خوشتان بیاد. خوب میریم در ویدیوی دوم که 22 دقیقه است. گل دخترا خالایت میچینه، Thousand meter high mountains shield the high valley in the middle of Afghanistan from war. However, the locals don't take much pleasure in them. برف که بیزن صاحب مهربان سرسبز میشه، یکی دیگه آبش فراوان میشه، دیگه ماشیچر برایش خوب میشه. This untouched area is a paradise for alpinists. To inspire enthusiasm for the mountains in the country of untouched peaks, preparations for the first Afghan ski challenge seem to have triggered a ski boom at the bazaar in Bamiyan. To participate in a race, that's not what these two men are thinking of. These will be the pioneers at the starting line.
These men will be the first to feature as downhill skiers in Afghanistan's history. 2 weeks before, they had only known about skiing from hearsay. Okay, welcome to the training. These young Afghans were chosen by Jawad. How well can you ski after 2 weeks' practice? Only take one pole, one stick. One. طبعاً ما ایر از صفحه تلویزیونات دیدیم که اسکی هم یک نوع ورزش است. باز ما میتود اصلا آرزوی ما میود مگم در بامیان مثلا در افغانستان در بامیان به یک ما میتونیم اسکی بازی کنیم. تملق نشه که اولین ورزش و زیباترین ورزشی که فعلا در ولایت بامیان آمده که واقعا ورزش هیجانی و خوبی هست ورزش سکی در ولایت بامیان است که آمده که جهت تمرین بهتر و بیشتری جوان ها باشه شاید بتونه تا 30 سال انشالله اینا در مسابقات جهانی المپیکی شرکت بکنن. Not quite Olympic games worthy just yet, but making distinctive progress. Deep snow skiing on the fourth day, and the race is getting closer. Glücklich, was da in den 4 Tagen gegangen ist. Am Anfang sind wir mit denen in Schnee, die haben nicht gewusst, dass man in der Bindung einfach so reinstehen kann. Die haben nicht mal gewusst, was fixe Skischuhe sind. Die haben keine Ahnung gehabt, dass man Pfeile auf die Skitour und laufen und dass es so Belege gibt, wo schnell gleitet auf dem Schnee. Die haben zuerst mal Ski angelegt, sind ein bisschen gleitet. Man hat gemerkt, die bringen das wirklich mit der Zeit her. Also, sie haben, Teil haben wirklich sehr Talent zum Skifahren. Es ist also super, denen zuzuschauen. Und gestern haben wir bei Schlechtwetter eine Tour gemacht. Wirklich, es hat gekuddelt. Und die sind voll dabei gewesen. Top motiviert, sind alle vom Gipfel gekommen und nachher relativ flott oben runtergefahren. Für das, dass die noch nicht länger Skifahren, wirklich eine Freude. These locals turned up for the skiing tour. Tin cans as ski soles and towels as mounting aids. They use them to catch escaped animals, explain the farmers. The new generation has more fun on their skis, but today it's getting serious. The first Afghan ski challenge is about the honor of victory and winning a Swiss watch. Together, the 10 racers ascend to the start. اینجا برنده شدن مهم نیست، مهم است که باید تیم ما باید تا آخر باشه. امکان داره شاید همین چهارم و پنجم شد. Try to be the first or maybe the second or the third. Actually the snow condition is a little bit somewhere is hard today because it's compacted by the wind and somewhere it is soft, somewhere it is hard. It's a little bit dangerous for us, you know, because as you know we are not professional. Shortly before the start, the tension mounts. The young skiers have to conquer the mountain on their own for the first time.
Suddenly, the mountains appear menacing to some of them, especially to him, Aswal. The first Afghan ski challenge is his first day on skis. 1, 2, 3, go! Only 2 weeks ago, they stood on skis for the first time. Now they're Afghanistan's first downhill skiers. Shortly after the start, president and favorite Jawad takes the lead. Aga Shwin, the quiet car mechanic, is close on his heels. Behind them, other skiers are struggling with themselves and the mountain. Rahmat is showing what else he picked up in Hamburg. Even if they don't all manage to head directly to the finish line, there's no stopping them. Shortly before the finish line, Jawad is still in front of Aga Shwin. A few seconds later and out of the camera's range, he takes a wrong turn. Thus the way is cleared for Aga Shwin. He wins the first Afghan ski challenge. Jawad, back on track, comes in second. Gudrat Ula is third. Rahmat exceeds his expectations by far and comes in fifth, despite his time-consuming incident. All participants safely reach the finish line. Even Aswal, the brave one with no practice, ends the race after a little more than an hour. And on the first place of the first Afghan ski challenge, we have Aga Shwin. Aga Shwin. A start has been made. Bamiyan now has skiers and skiing equipment which can be rented. If they keep at it, they'll be able to offer ski tours in a few years' time. هست و بعد یک تیکه های در اونجا هست هر کس که میه باید یک دونه زود گرفته بیاره که مالو Thank you.
The thing that's really struck me throughout all of this has just been the enthusiasm the guys that have been involved in the program have had, like the way they just will get up every day and they've been training so hard, and it's so great to see them sort of coming down and beating all the international competitors here. Hello, I'm Abdullah from Bamiyan, and I'm today coming here for a speech challenge. Just digging the road out so we can pay the village people back a wee bit. Jacket, this is nothing. Just being the winner is everything for us. Most had spent just a few days ever on skis. Okay, we have number 19 going now. 3, 2, 1, go! 7 of the female racers were locals from Bamiyan. It means a lot for them. Avery says she chose the snowboard as a kind of family bonding. Her husband Ali was the lone snowboarder among 30 contestants the day before, at the main event in the mountains of nearby Shaidan. Organizers say they're developing on the fly and are already planning a bigger and better ski festival for next year. Those in the Afghan tourism industry say this helps promote Bamiyan as an all-season destination. Adam Valen Levinson. A
اما دو وقتی خارجی ها رو دادم اینجا که اسکی میزک از اون دو وقت بازم من گرفتم از اسکی چوبی برای خود اسکی ساختم. اولین کس که اسکی چوبی رو ساخت من بودم. یه را که دیگه نفر رو دید از ریزی دو سیتانه دیگه وامس دیگه در اسکی بسیار علاقه زیاد دارم. Sajjad Husseini fled the violence and sought refuge in Iran. Since returning 4 years ago, he began working as a mountain guide. قرار بود که من دانشگاه بخوانم، اما باز دوباره دیدم که اینجا شرایط رفتن به دانشگاه بسیار دشوار مشکل است. باز دوباره پشت کار گشتم. یک بچه مامایم همراه گلستان رئیس شرکت طراح ابریشم یک جای کار میکرد. گلستان از من پرسیدم که مایل هستی که به اسکی روی بیاری. گفتیم یک دور سه روز اول بسیار سخت تمام شد، باز کم کم چی شد که ما دیگه علاقمندی به اسکی زیادتر شود. One of his trainers was Christoph Zürcher, a Swiss journalist who has been covering events in Afghanistan since 2008. And I was looking at these mountains covered in snow. And as a Swiss, it doesn't take long before you start thinking about skiing when you see mountains and snow. And so I started to ask around if somebody is skiing here, but the only thing I heard was no. And a couple of months later, I brought like 15 pairs of skis. And we started training with some locals, and that was more or less the start of the whole thing. After spending time skiing with locals, Christoph decided to organize a ski competition in 2011, the first of its kind in more than three decades. In a country like Afghanistan, which is quite famous for other things, it's quite nice to have an event that brings people together from all over the world. Today is the fourth annual Afghan Ski Challenge. Sajjad is returning to defend his title. پارسال من مقام اول گرفتم و امسال هم کوشش به این است با امید خدا که باز دوباره مقام اول در چالش مرکز کنم. With no chairlifts or cable cars, the competition includes going up the 500 meter hill on skis or by foot. Once at the top, the first person to ski down the slope wins. Ali Shah from Bamyan slides past the finish line at 28 minutes. Second place goes to Arnaud Côté from Switzerland. And then 2 minutes later, it's Sajjad's turn. With his hands in the air, he claims third place. The third one is Sajjad Husseini. Sajjad Husseini, please come here. Winner is Ali Shah. Hey! Bamyan need a lot of help and support, and you are come here for this ski challenge. It is a big support to Bamyan. The idea of this trip was also like to bring some new face of Afghanistan and Bamyan province, that we can just enjoy the mountains, enjoy time with the people, and there is no really problems here, and That's very important for us. That's why we came here. This year, more than 30 locals and 20 foreigners from 7 countries competed. But Sajjad remains optimistic. On برنامه اسکی هم یکی از جاذبه های توریستی ولایت بامیان گفته میشه و اگر در سالهای بعد انشالله اگر ما بتونیم خود ما ترینر خود ما هستیم و نیاز در ترینر دیگه تقریبا بگیم که نداریم. فنونش یاد گرفتیم، فقط در تمرینی که همونا را باید عملا اجرا کنیم دمو ضرورت داریم. سه سال شده که اسکی میزنیم. یک سال در اسکی اصلی، دیگه دو سال دیگه در جه. در آینده میخواییم که همین اسکی را خب اساسیت بگیرم.
خصوصا پروگرام سپورت سکی زدن در بامیان دیدین، امیدوار هستم خوشتان آمده باشه. البته ما خودم جای بسیار مقبول بود در اینجا، امیدوار هستیم که یک روز سال به و هر وقت که سال باشه هر چیز مقبول می باشه. خب خدا مهربان است، ما دعا میکنیم. در این قسمت یک ویدیوی دیگه داریم که یکی از برادرای ما به نام عباس جان علیزاده، اونا هم چهرهشان زیاد به بروسلی میمونه و خودشان هم زیاد فیلمایش که دیدن، البته تمرین میکردن در خانه و بسیار میریم این ویدیو رو میبریم، بسیار خوب تمرین کردن و بریم ویدیو رو ببینیم. به دیدار بروسلی میرویم. خوب هستین؟ مکرون هستم. نه بروسلی که سالها پیش درگذشت، بروسلی افغانستان، عباس علیزاده، جوان 21 ساله ای که در گوشه ای از کابل زندگی میکند با پدر فلج و مادری که چشم و امیدش این پسر است. تا همین چند روز پیش آدم عادی بود، اما به لطف شبکه های اجتماعی حالا مشهور شده. عکس هایش که او را در لباس و قیافه بروسلی نشان می دهد در این روزها در شبکه های اجتماعی به طور گسترده دست به دست می شود. گوشی همراهش پی هم زنگ می زند و فیسبوکش پر از پیام و درخواست دوستی شده. بیشتر کومنت ها که من از کشور امریکا، دوستای امریکایی که کومنت می زنن میگن که باید سینما امریکا بی، با امریکا در سینمای هالیوود اشتراک کنی. پدرش که به اثر سکته مغزی نصف بدنش حسی ندارد میگوید دعا میکند پسرش بروسلی زمانش شود. بیبی زاد بدیم یارده جان نتونه چه که در جای چی تمرین آدم در خانه یاد گرفت. از چی خالی خوب یه شروع کرده، از چی خالی شروع کرده تا با این چیز 26 سالش یا 20 سالش شروع تا باید کار میکنه و میخواییم که خداوند در چیزی مقام بروسلی برسانه. پنج سال پیش وارد باشگاه هنرهای رسمی در کابل شد و بعد تمرینات ووشو و کنفوی چینی شروع کرد. اما فقر او را از ادامه کار باز داشت. حالا چهار ماه است که باشگاه می رود. مسئولان این باشگاه به خاطر استعداد عباس او را رایگان تمرین می دهند. در افغانستان جوانای زیادی مثل اینا مشغول ورزش‌های رسمی هستند و رویای قهرمان شدن را سر دارند. اما چیزی که در مورد عباس فرق می‌کنه این است که او به طور عجیب به بروسلی اسطوره هنرهای رسمی شباهت داره و این سبب شده که بسیاری او را بروسلی افغانستان یاد کنند. سالها در زیرزمین خانه تمرین کرده با امکانات ناچیز، اما انگیزه و رویاهای زیاد. حداقل با شباهتی که به بروسلی دارد میخواهد وارد سینمای رزمی شود. به نظر شخصی من بروسلی یک الگو است در جامعه، بسیار از نگاه ورزش، از نگاه کرکتر، هزار نگاه که بگی یک الگو است در جامعه. بروسلی تک اسطوره است که تکرار نمیشه دیگه در جهان. شاید ما بروسلی شده نمیتونیم، اما تا وقت زنده هستم راه بروسلی رو تعقیب میکنم. عباس برای تحقق آرزوهایش راه درازی در پیش دارد. برای اجرای حرکات منحصر به فرد بروسلی ما را به قصر فروریخته دارلمان کابل برد، به این خاطر که مردم باور کنند او از افغانستان است. بروسلی قهرمان کودکی های عباس بوده، استفاده از نانچیکو را با تماشای ویدیوهای بروسلی فرا گرفته. در آن زمان که تنها شبکه دولتی فعال بود، فیلم‌های هالیوودی بروسلی در میان افغان‌ها طرفداران زیادی داشت. عباس می‌خواهد بروسلی را که حالا نسل نو کمتر می‌شناسد در ذهن‌ها دوباره زنده کند. برگردان نمیخواد. بیا، آماده؟ سیکر. برگردان چون دستکو، دسترات چپه. دست برگردان.
میخوایم بروسلی افغانستان شناخته شم. بروسلی با نه تنها افغانستان، میخوایم با تمام جهان الگو باشم، مثل بروسلی قهرمان باشم. با میخوایم که از آرزوهای بزرگم است که در سینمای هالیوود آمریکا را پیدا کنم. ما خودم نانچکور از خود بروسلی آموختیم با شکل حرفه‌ای، از استفاده فیلم های بروسلی آموختیم. توقعیم از کمیته ملی المپیک افغانستان یه است که برای ما همکاری کنه، کمک کنه، حداقل ما بتونیم. اگر کسی با ما مثلا نهادهای کمک کننده جهانی کمیته ملی المپیک اگر خدمه همکاری کنه، ما در زودترین وقت ما عباس یک ستاره درست میکنیم که شاید در دنیا تک باشه. چی شده؟ ما را کس سپورت نمیکنه از نگاه ورزشیم. استعداد ما پنهانی است. تا هیچ کس ما را حمایت نمیکنه، نه دولت، هیچ کس. فقط من خودم کوشش میکنم که خدا برسانم انشاءالله تعالی یک قهرمان برای افغانستان شد. خوب بینندگان عزیز، عباس جان علیزاده را دیدین، واقعا که استعداد زیاد دارن و قرار که میبینین چهرهشان هم زیاد به بروسلی میمونه و جای ایست که اونا خودشان با خود تمرین کردن، تابال از هیچ کس کمک هم نشدن و نام خدا بسیار خوب ورزش کراته را پیش میبرن. خوب بینندگان عزیز، در این قسمت پروگرام ما یک سگمنت داریم درباره ورزش کرکت که از طرف جهان اینا یک اوورد گرفته بودن، در کرکت بورد که هستن در دنیا و یادآوری دهی است که اونا افغانستان در بسیار وقت کمه که تقریبا 4-5 سال که زیادتر که میشه که با کرکت شروع کردن، توانستن که بسیار مملکت هایی که بسیار از سابق کرکت میکردن اونا رو ببرن، مملکت های در ساوت افریقا و همچنان پاکستان و نیپال و دیگه مملکت ها رو در کرکت ببرن و این جا افتخار است که و استعداد افغان هاست که توانستن نام خدا به بسیار وقت کم نام افغانستان به دنیا روشن کنن و امروز خوشبخت هستیم که در اخبار سپورت نام افغانستان یاد میشه، البته از کرکت. خوب بینندگان عزیز، در این قسمت یک ویدیوی داریم که ما ویدیو رو براتون میمونیم درباره البته یک تاریخچه کرکت در افغانستان است و باز بعد از او در قسمت آخرش یک البته میریم این لاین میگیریم، یک تلفن آمده، بفرمایید. خب میبخشین، بریم در این قسمت ویدیوی کرکت ببینیم. Thank you.
شکر و باسو کم ده چه پده کم وسایل مثال من نروال جام دلارا پیدا کرن او زیو زیل بیا داغا کامیابی طول هوادوالو تا اکا پا افغانستان کی دی اکا دا افغانستان نبهر دی زدر لکومی مبارکی ورطا بیاما دیر امانا نستاسو نا ژوندۍ دی وی افغانستان او ژوندۍ دی وی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نارې وهلې او د خوخیو په شیبو کې د خپل ملي اتلانو هرکلی کاوه او خپل اتلان یې بدرګه کول. عزت الله خپل بالنګ ته دوام ورکوي په وړاندې شفیق الله شپک ده چې دغه په بالې د بونډرۍ څخه د باندې د شپږو منډو لپاره ولوبو د سپین غل د لوبډلې ګرانو لیدونکو ټول لوبغاړي میدان ته داخل شوي دي او د خوښۍ اظهار کوي. To receive the Laureus Spirit of Sport Award on behalf of the Afghanistan cricket team, please welcome Dr. Noor Mohammed Murad. Present the award, Academy members and two of the finest cricketers the world has ever seen, please welcome Steve Waugh and Kapil Dev. The Academy are very proud of your team's achievements, especially so 5 years ago. You were in the 50 vision a couple of years ago, and now you've qualified for the 2015 World Cup, which is a quite remarkable achievement. Well done. You know, I personally feel being very close to that part of the world. I'm proud of you. You're winning the award. Afghanistan gone through such a rough time, hard time. Despite of your keep on playing cricket, hats off to you. Proud of you. Well done. Congratulations. Well done. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam to everyone. Thank you first. I would like to thank the Laureus Academy and the member, especially for not only conceding but also honoring this award to Afghanistan. And I'm also very thankful and very happy receiving from two legends of the cricket. Let me tell you one thing, that sports, especially cricket, is beyond sports in our country. It's tool for peace and development in the country. Especially for last couple of years, it played a very vital role to bring peace and stability. And I would like to thank the jury for giving us this award, because this will definitely contribute
to bring the peace and stability in our country. Thank you very much. خب بینندگان عزیز ویدیوی کرکت هم دیدین، امیدوار هستیم خوشتان آمده باشه. البته میخواستیم در لوکال نیوز بگویم ما یکی از بچه های پالوان ما که در استیت کالیفرنیا البته مسابقه کردن و مسابقه های زیاد را بردن. البته با برادرها کار میکنیم که ویدیو و اخبار از او را انشاءالله در پروگرام آینده براتان مندازیم و همچنان از خود افغانستان انشاءالله اخبار دیگه. و یکی میخواستم درباره از این بگویم که پس فوتبال های افغانی ما و شما در شعرهای ما شروع شده و میخواستم درباره از اون معلومات بتم که شما میتونید با این کلاب ها به تماس شوین. البته اگر قلم و کاغذ داشته باشین بچه ها و دخترهای به هر سنی که باشه میتونین با این برادرها به تماس شوین که اونا با شما معلومات ها را میده، چون تورنمنت ها نزدیک در ماه فروری و ماه می و اینا زیاد شروع پس شروع میشه. البته میخواییم اولادا و بچه ها در سپورتی ها شامل شوند. البته اگر شما نمره تلفن برتان میتونیم، اگر در فریمان زندگی میتونیم با میتونیم با وایس جان به تماس شوند. نمره تلفنش از 510-329-2649. باز تکرار میکنم، وایس جان عمر از افغان کلاب در شهر فریمانت، نمره تلفنش 510-329-2649. البته میخوایم علاوه کنم که دایی بچهای یا تیمای دارن به هر سن در دمی 3-4 کلاب که دمی جا هستن انشاءالله انفارمیشن های دیگر هم براتون میدیم. اینا از هر سنایی که شما از سن 4 گرفته تا به سن 17 و 18 و کلانا کله، همچنان از بچه ها و از دخترها تیما داریم به می شمال کالیفرنیا، شما میتونین با اونا با تماس شین. البته اگر شما با کانکرد یا منطقه نزدیک کانکرد زندگی میکنین میتونین با حفیظ جان با تماس شین. نمره تلفن حفیظ جان 925-586-1031. نمره حفیظ جان که از آریا کلاب میباشن با منطقه کانکرد و سان رمان و سان رمان و منطقه نزدیک کانکرد با حفیظ جان با تماس شین. نمره تلفن از باز میگم 925-586-1031 با تماس شوین. البته اگر در شهر تریسی و شهرهای دیگه که نزدیکشان هستن اگر میخواین با تماس شوین، میتونین با نمره تلفن 510-377-6505 با تماس شوین. البته میخوایم که علاوه کنم که امی پرکتس هایی که ندارن این کلاب ها هفته دو روز میباشه، زیادتر هم از مثلا در تریسی روزهای جمعه از ساعت 7 تا به 10 شب تمرین ها می باشه و همچنان روزای یک شنبه از ساعت 6 تا به 8 شب تمرین ها به البته چراغ ها ویا دارن در میدان ها. البته اگر می خواهید نمره تلفن که به کلاب اتفاق اگر می خواهید به اولادا را ثبت نام کنن، اونا تمرین ها را شروع کردن از و نمره تلفن از 510-377-6505. بازم نمره تلفن می خوانم از وایس جان عمر در شهر فریمانت، نمره تلفنش 510-329-2649. البته اگر میخواین در شهر کانکرد و با نمره تلفن 925-586-1031 همچنان به شهر تریسی 510-377-6505 به تماس شوین، اولادار رجستر کنین که به سپورتا شامل باشن. خوب البته در شهر دبلین و همچنان به شهر ساکرامنتو ما هم کلاب هایی هستن که شما میتونین با اونا به تماس شوین. دبلین و سان رمان نور کلاب میباشن. انشالله در پروگرام آینده نمره تلفن از اونا را براتون میگیم. و همچنان در شهر ساکرامنتو که اباسین کلاب میباشه با اونا نمره شاید انشالله در پروگرام دیگه براتون مندازیم. خوب بینندگان عزیز، هفته آینده انشالله شما که خبر دارین کانفرانس بزرگ اسلامی است. پروگرام ما البته در مو وقت با از خود شهر در می جایی که در بولینجر کانیون در سان رمان از اوجه برادکست میشه. باز انشاءالله تا هفته دیگه شما رو میبینیم. خوب بینندگان عزیز، خدا کنه که ویدیوهایی رو که براتون آماده کرده بودیم مورد پسندتان بیاید. باز هم اگر کدام پیشنهادات می داشته باشین، نظریات می داشته باشین، میتونین با ما به تماس شوین. نمره تلفن 510-377-6505 به تماس شوین. و چون وقت پروگرام ما به پایان رسیده
بینندگان عزیز شما را و فامیلایتان را به خداوند کریم رحیم می‌سپاریم با امید دیدارتان تا هفته آینده.